اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من محمد علی ابتهی هستم روحانی که در وب نوشت ها مطالبی را می نوشتم که علیه اسلام و انقلاب و امت شهید پرور و رئیس جمهور محترم بود این جانب مدتی معاون و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق خاتمی بودم که هنوز معلوم نیست آن سوابق جزء خدمات من محسوب می شود یا جزء خیانت من محسوب می شود من اعتراف می کنم که در یکی از سفرهایی که به مکه داشتم یکی از مسئولان CIA به نام حسن آقا که خودش حسن آقا معرفی کرد با من تماس گرفت به من پیشنهاد انقلاب مخملی رو کرد در آن موقع من معاون رئیس جمهور بودم من ازش پرسیدم خب چی به من میرسه گفتش که اگر انقلاب درست انجام بدی تو رو معاون وزیر میکنن من بهش گفتم من خودم الان معاون رئیس جمهور هستم ولی وقتی برگشتم ایران اصلا امکانی برای انقلاب مخملی نبود چون ما خودمون یعنی من خودم معاون رئیس جمهور بودم نمیتونستم که علیه خودمون انقلاب مخملی کنم تا اینکه همین اواخر که قرار شد انتخابات انجام بشه من با آقای خاتمی گفتم که شما بیا انقلاب مخملیت انجام بدیم دیگه ترش مونده الان زیر تو میز منم هست گفت که حالا ما که انتخابات همه به من دقیقا جمله‌ای که آقای خاتمی گفت و من هیچ وقت نمیبخشمش روز قیامت ازش میپرسم به من گفت محمدی ما که انتخابات همینجوری میبریم بهش انقلاب مخملی بکنیم بهش گفتم حالا چه اشکالی داره هم انقلاب مخملی میکنیم هم انتخابات میبریم ایشون قبول نکرد که نکرد ما هم گفتیم که اصلا خدافظ سید محمد جان خدافظ منم دیگه هیچ وقت نه تکذیبت میکنم نه تایید میکنم که دیگه ما رفتیم پیش آقای موسوی که ایشون داشت نقاشی میکرد ما رفتیم پیشش که گفتیم که بیا بریم انقلاب مخملی کنیم گفت که ایشون هم گفت که منم قبول نمیکنم اصلا دیگه حرفم نزن تا آخرش تصمیم گرفتیم که خودمون با آقای کروبی انقلاب مخملی با هم بکنیم نوع مخملی هم که تو بازار گیر می اومد از همین نوع بود مخمل سبز بود فقط رفتیم چند تا توپ مخمل سبز خریدیم و یکی دوتا آقا مهدی آقا کروبی گذاشت رو دوشش که من گذاشتم رو دوشم من وزن میذاره زیاد نمیتونم زیاد ببرم البته الان خیلی کم شده دیگه ظاهرش این بود که من در ستاد آقای کروبی بودم و ما کاری به انقلاب مخملی و جنبش سبز و این چیزا جنبش اختشاشگران سبز نداشتیم کل جریان موج سبز رو من اداره میکردم معمولا هم یواشه که در پشتی در کوچه میرفتیم ستاد آقای موسوی بیشتر از طریق اینترنت با نامای مستعاری مثل نازنین، سکینه، سفورا و اینها به تبلیغ اختشاشگران سبزپوش میپرداختیم خداوند انشالله ما رو ببخشه حتی من با آقای کرباسچی گفتم حالا که انقلاب مخملی رو آقای موسوی شروع کرده بیا ما انقلاب کرباسی را بندازیم که هم از اسم شما استفاده بشه هم ارزونتر هم در میاد بله من شرمنده ملت بزرگ ایران هستم من در سفرهایی که داشتم روابطی داشتم غیر از روابطی نامشروعی که با همسرم خانم من داشتم در سفر به پاریس با یه خانومی به اسم انجلین جولی که شوهر خیلی درپیتی داشت رابطه برقرار کردم که از این بابت از ایشون و شوهرش و از همه ملت و همسرم عذر میخوام با یک خانم به اسم مریلین مونرو با خانم سوفیا لورن ارتباط داشتم با خانم اسکارلت جوهانسون ارتباط داشتم که البته بعد از طریق او معرفی کرد یه خانم به اسم کارلا برونی رو به معرفی کرد که من با ایشون یه مدتی ارتباط داشتم که بعد خیلی این کارلا به گیر داد که من دلی بیا
با هم دیگه باشیم و ازدواج کنیم. اینا گفتم من خانم بچه‌ام و اینا هستن و اینا روابطی داشتیم. آخرش آقای خاتمی دیگه سارکوزی رو بهش گفت که تو بیا این زن کرد بگیر که از دستش از شرش راحت بشیم و اینها. من واقعا شهرنده ملت بزرگوار ایران هستم، من حتی خجالت میشم به این دوربین نگاه کنم. من از آقای موسوی رئیس جمهور من از آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محترم کشور و رهبری و شهدا، هم اونایی که زنده هم اونایی که شهید شدن، عذر میخوام که ما انقلاب سبز رو راه انداختیم و خیلی ها رو گمراه کردیم. من برای خودم تقاضای اشد مجازات و برای مجازات دارم. امیدوارم همیشه در هر انتخابات آقای احمدی نژاد با 80% آرا، شاید بیشتر تا 150% آرا پیروز بشن و ما رم. من از کلیه بازجویان، قضات، بسیجیانی که ما رو کتک زدن و از معاونین رئیس جمهور که در دستگیر کردن مردم سعی تلاش کردن تشکر میکنم و آرزو موفقیت برای همه برادران دارم. و یکی از برادران بسیجی تذکر دادن که من در سواحل بیروت با شلوارک در ساحل قدم می زدم که گفتن که این برای حفظ امنیت ملی ایران خوب نبوده. که البته عرض کنم که من شلوارک نمی پوشم، بیشتر شورتای ماماندوز هست، شلوارک نیست. به خاطر پوشیدن شلوارک هم توبه می کنم. یه بار کلا گذاشته بودم سرم در لندن که به خاطر اینکه کلام گذاشته بودم سرم، از اونم توبه می کنم. اگر چیز دیگه هم الان هست که توبه کنم ازش، از اونام توبه میکنم و از همه ملت عذر میخوام. امیدوارم ما رو ببخشن. و سلام علی من تبع هدا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.